نخستین مسجد آتن بعد از چهارده سال به روی نمازگزاران گشوده شد به گزارش شیه ویوز به نقل از الجزیره نخستین مسجد آتن با رعایت پروتکل های بهداشتی به روی نمازگزاران گشوده شد وزارت آموزش و امور دینی یونان در بیانیه اعلام کرد این مسجد با حضور تعداد محدودی نمازگزار برای جلوگیری از شیوع کرونا افتتاح شده است این وزارتخانه اعلام کرد نمازهای یومیه در این مسجد اقامه می شود و این مسجد بعد از غلبه بر بیماری کرونا مجددا به صورت رسمی افتتاح می شود. این مسجد برای 350 نمازگزار ظرفیت دارد و بدون مناره ساخته شده است. درهای این مسجد تنها با حضور نه نمازگزار و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی بازگشت. ساخته این مسجد در آتن 14 سال به طول انجامید. سیدی زکری محمد امام جماعت مراکشی مسجد نیز تاکید کرد افتتاح رسمی مسجد به بعد از دوران کرونا موکول می شود ساخت مسجد آتن در سال 2007 میلادی آغاز گشته و با مخالفت های بسیاری روبرو شد در نهایت ساخت این مسجد در سال 2019 میلادی به پایان رسید و به دلیل شیوع ویروس کرونا افتتاح آن به تعویق افتاد نعیم القادو رئیس جمعیت مسلمانان یونان گفت آتن تنها پایتخت اروپایی بود که مسلمانان آن مسجد نداشتند. 650 هزار مسلمان در یونان زندگی می کنند که بیشتر آنان در آتن ساکن هستند.